آهنگ های قدیمی، خاطرات، نوستالژی. اما نوستالژی چیه؟ برانگیخته شدن احساسات بعد از یادآوری چیزی از دوران گذشته که حول یک محور و موضوع مشترک میچرخند. هویت شما. اگه از لحاظ فیزیکی بررسی کنیم ما چی هستیم؟ مجموعی از الکترون ها که روزانه تعداد زیادی از اونها رو از دست میدیم و یا با خوردن و نوشیدن به اتم های جدید جایگزینشون میکنیم. حدوداً 5 سال طول میکشه که تمام اتم‌های بدن ما جایگزین بشن و این به این معنیه که ما اون چیزی که امروز هستیم 5 سال پیش اصلاً بخشی از ما نبوده. به لحاظ فیزیکی ما انسان‌ها فقط ابر متراکمی از اتم‌ها هستیم که در طول زندگی فقط یک اسم رو ثابت نگه می‌داره. اما به جز اسم دیگه چه چیزی در ما ثابته؟ چه چیزی هویت ما رو می‌سازه؟ مثل یک رنگین کمون هفت‌رنگ سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار، شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها مریفته توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل و پسی، این منم دل و پسه بود و نبود از غم، ای کاش ها چشمم کبود از آرزوهامون جدا، با تو هستم با تو مستم ای خدا. نوستالژی به یاد آوردن گذشته همراه با احساسات خوبه، کارهایی که قبلا عادت به انجام اونها داشتیم یا کسی که قبلا بودیم. اینا شاید میتونه یک راه ساده برای مغز ما باشه تا به این پرسش پاسخ بده که ما کی هستیم، یا حداقل استراب ناشی از اون رو آروم کنه برای ما. چون در مقیاس بزرگتر ما همیشه در حال تغییر هستیم. در طول زمان دوستان متفاوت، رفتارهای متفاوت، حالات روحی متفاوت و یا حتی سلیقه‌های متفاوتی داریم. تا قبل از سال 1688 حتی اگه دچار این حس می‌شدید، خیلی امکان صحبت در موردش رو نداشتید. چون تازه تو این سال بود که جوهانس هوفر برای اولین بار این کلمه رو از ترکیب دو واژه یونانی نوستوس به معنی برگشتن به خونه و الگوس به معنی درد اختراع کرد. تا قبل از اون نوستالژی به عنوان یک وضعیت جدی پزشکی شناخته میشد. یه جور بیماری، احساسی که اونقدر روی سربازهای دور از خونه تأثیر میذاشت که اونها رو از پا در می آورد و باعث میشد نتونن حتی وظایفشون رو به درستی انجام بدن. تنها درمان هم به اعتقاد هوفر این بود که اونها رو به خونه برگردونن. به خونه اون سرباز، به خونه شما. چون نوستالژی فقط در مورد شماست، خاطرات شما، گذشته شما، کسی که قبلا بودید و در نتیجه اون کسی که امروز هستید. همین هم باعث میشه که نوستالژی اغلب راهی باشه برای پاسخ به این سوال که من کی هستم. خب شما یه انسان هستید که اتفاقات مشخصی رو از گذشته به یاد دارید. شما در گذشته وجود داشتید و همچنان هم وجود دارید. یکی از تئوری‌های پرطرفدار درباره نوستالژی اینه که تأثیر روانی نوستالژی، یعنی ارتباط با دوران جوانی خودتون و ساختن یک هویت پیوسته، کمک میکنه ما بتونیم در طول زمان هویت خودمون رو حفظ کنیم و در زندگی کسب تجربه کنیم. شما عاداتتون رو تغییر میدید، همینطور دوستانتون رو، شغلتون رو، چیزهایی رو یاد میگیرید و چیزهایی رو فراموش میکنید. اما نوستالژی این اجازه رو به شما میده که تا تمام اون اتفاقات رو به هم ارتباط بدید و مثل یک زنجیر اونها رو به هم متصل کنید. این موضوع به طور خاص در دوره‌های بزرگ و مهم زندگی خیلی کمک کننده است، مثل دوره بزرگسالی یا میانسالی، دوره‌ای که مطالعات نشون میده نوستالژی نسبت به زمان‌های دیگه بسیار قوی‌تره. اما اگه کنار هم قرار دادن و چیدن تمام تجربیات زندگی به عنوان یه داستان پیوسته و ادامه دار اینقدر مفیده، چرا ما برای تمام اتفاقات گذشته حس نوستالژی نداریم؟ مثلا نسبت به شروع این ویدیو یا اتفاقاتی که اخیراً افتاده. منحنی بازیابی طول عمر یا لایف اسپن ریتریوال کرو میتونه سرنخ‌هایی رو درباره این سوال بهمون بده. این نمودار میانگینی از خاطرات مجزا و متمایزی هست که توسط افراد مختلف ثبت شده و مفهوم مهمتری رو به اسم رمینسنس بامپ یا قله خاطرات نشون میده.
زمانی بین 15 تا 30 سالگی که بیشترین خاطرات در این بازه زمانی ثبت میشن. دوره‌ای مهم در زندگی شما، چه زمانی که در اون قرار دارید و چه بعد از اون، دوره‌ای تاثیرگذار در شکل گیری هویت ما. خاطراتی که در این دوره زمانی شکل میگیرن اونهایی هستن که ما بیشترین حس نوستالژی رو نسبت بهشون داریم. و به این دلیل که میخوایم هویتمون در طول زمان مثبت باشه، تمایل داریم بیشتر نسبت به خاطرات خوبمون این حس نوستالژی رو داشته باشیم و نه خاطرات بد. همینطور به صورت انفرادی یا گروهی ما دوست داریم که حس نوستالژی و یادآوری خاطرات جوری باشه که گذشته رو بهتر از اونه که واقعا بوده ببینیم. آبراهام لینکلن 20 سال بعد از ترک زادگاه خودش به این شهر برگشت و بعد از قدم زدن و نگاه کردن و یادآوری نوستالژیک خاطراتش این شعر رو نوشت. خانه دوران کودکیم را دوباره می‌بینم و از دیدن منظره آن غمگینم. با این حال با هجوم خاطرات به ذهنم هنوز در آن خوشی و لذت وجود دارد. موسیقی برای کمک به شما برای ساختن یک هویت حتما نباید خاطرات قدیمی رو به یادتون بیاره یا اصلا نوستالژی رو در شما بیدار کنه. لارنس پارسونز، استاد نوروساینس یا علوم اعصاب شناختی، معتقد نوزاد انسان از حدود 6 ماهگی تا 1 سالگی نسبت به ریتم‌ها و آکوردهایی که میشنوه، حتی اگه فقط یک نوت در جای خودش نباشه، به وضوح واکنش نشون میده. اما بعد از 1 سالگی بچه‌ها فقط نسبت به ریتم‌ها و آکوردهایی که مربوط به فرهنگ خودشون و دنیای پیرامونشون هست این واکنش رو دارن و این موضوع زمانی بیشتر معنی پیدا می‌کنه که این رو هم در نظر بگیریم برای مغز ما تنها این که یک هویت فردی مستمر درست کنه کافی نیست و باید یک هویت گروهی هم در کنار جامعه و خانواده ایجاد کنه. ما همیشه نمیتونیم با آدم‌های دیگه کنار بیایم یا اونها رو درک کنیم، اما زمانی که دو نفر به موسیقی گوش میدن نسبت به زمانی که ساکت نشسته باشن یا از کلمات بدون ریتم استفاده میکنن، احساس نزدیکی بیشتری بینشون حس میکنن. البته ما هنوز مطمئن نیستیم که چرا موسیقی باعث میشه ما دلمون بخواد حرکت کنیم، اما اون تمایل شما، اون انگیزه و میل ناگهانی که میخواین پاتون رو به زمین بکوبین یا سرتون رو تکون بدین یا اگه به اندازه کافی اعتماد به نفس داشته باشین برقصین، ممکنه بیش از این که به رفتار و شخصیت درونی شما ارتباط داشته باشه، به تمایل شما برای در جمع بودن و پذیرفته شدن ربط داشته باشه. برای ما انسان‌ها رقص خوب میتونه نشون دهنده توانایی بیشتر فرد در ارتباط با جمع باشه، چیزی که کمک میکنه به پیدا کردن جفت مناسب. غذاهای شیرین یا چرب معمولاً برای ما خوشمزه به نظر میاد، به این دلیل که برای مغز نشونه دریافت انرژی زیادی هستن، انرژی که برای زنده موندن به اون نیاز داریم. برای همینه که کیک اینقدر برامون مزه خوبی داره، اما معنیش این نیست که برای زنده موندن ما حیاتیه. موسیقی هم ممکنه همین طور باشه، یک اتفاق خوب در مهارت‌های ارتباطی که در ما انسان‌ها شکل گرفته، اما اساساً غیر ضروریه. یا اونطور که استیون پینکر، دانشمند علوم شناختی، بیان می‌کنه، موسیقی برای ما مثل کیک صوتی میمونه. اگه تیکه کیک رو به درستی نجوین ممکنه تو گلوتون گیر کنه، همونطور که یک آهنگ کوتاه و تکراری میتونه تو ذهنتون گیر کنه، چیزی که بهش کرم گوش یا ایر ورم گفته میشه. حالتی که میتونه اینقدر در ذهنتون تکرار و تکرار و تکرار بشه تا شما رو آزار بده. بر اساس تحقیقات جیمز کلاریس، تقریبا همه ما در زندگی کرم گوش رو تجربه کردیم. مردها و زنها به یک اندازه اون رو تجربه میکنن، اما به دلایلی که هنوز به طور کامل نمیدونیم، این موضوع برای زنها ممکنه مدت بیشتری باقی بمونه. ریتم‌های تکراری باعث میشه یک آهنگ راحت‌تر در ذهنمون شکل بگیره. در مقابل ریتم‌های غیر معمول یا آهنگ‌های نیمه تموم ما رو اذیت می‌کنه. مغز ما تلاش می‌کنه که این ارتباط بین نوت‌ها رو درک کنه و در ذهنمون مدام تکرارش می‌کنه تا شاید بتونه مشکل رو رفع کنه. که البته این اتفاق نمی‌افته و ما دچار خارش فکری یا کاگنیتیو ایچ میشیم.
این ناتوانی ما در سرکوب یک فکر ساده، مثل گیر کردن یک آهنگ تو سرمون یا تلاش برای فکر نکردن به یک موضوع خاص، به این دلیله که در ذهن ما دو فرایند مختلف در حال اجرا هستند. یکی هوشیاری یا بخش خودآگاه مغز که کنترل میکنه به چه چیزی فکر کنیم، و دیگری بخش ناخودآگاه مغز که بر عملکرد بخش خودآگاه نظارت میکنه. مغز ما مقدار مشخصی توان ذهنی یا کاگنیتیو ایفورت داره که بین هر دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه به اشتراک گذاشته میشه و مغز سعی میکنه هر دو رو در تعادل نگه داره. پس هرچه بیشتر تلاش کنید تا به چیزی که بهش فکر میکنین نظارت کنین، کمتر میتونین عملا اون فکر رو کنترل کنید. البته صرف کردن این توان ذهنی یا کاگنیتیو ایفورت روی کارهای دیگه مثل حل کردن سودوکو یا جدول یا فعالیت‌های دیگه‌ای که نیاز به توجه و فکر کردن داره، معمولاً میتونه کمک کنه یک کرم گوش یا ایرورم رو از ذهنتون بیرون کنید. البته همیشه میتونین با یه آهنگ دیگه هم جایگزینش کنید. این آهنگ‌ها آزاردهندن، اما موسیقی این قدرت رو داره که وقتی میشنویمش انواع مختلف احساسات رو تحریک کنه. یه دلیلش هم اینه که موسیقی مثل حس بویایی در ابتدا در همون قسمت‌هایی از مغز پردازش میشه که حافظه و احساسات رو پردازش میکنه. بادامه ی آمیگدلا در بخش کناری مغز نقش مهمی در حافظه و خاطرات داره. پس شاید جواب ما همین جا باشه. خاطرات. واسه یه هم زبونی آر خوب مهربون، دنیا رو پرسه زدم هر شب و روز با دل و جون، همه یه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم، که میگم مثل زن ایرونی هیچ جا ندیدم، زن ایرونی تکه پشت لبا نمکه، زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه، زن ایرونی تکه پشت لبا نمکه، زن ایرونی تکه بالا سر آقا نمکه. ممکنه که شما در طول زندگی دوستان، شغل، خونه یا حتی اتم‌های یکسانی نداشته باشید، اما خاطرات یکسانی در طول زندگی دارید. خب این یعنی که ما فقط همین خاطرات هستیم؟ خب تا حدی بله، چون زندگی ما رو چیزی جز این خاطرات و تجربیاتی که ازشون یاد گرفتیم تشکیل نمیده. و نه، چون مثلا از دست دادن حافظه لزوما شما رو به یک آدم متفاوت و جدید تبدیل نمی‌کنه. همونطور که روزانه میلیاردها بخش و جزء از وجود ما عوض میشه، اما چیزی که ثابت میمونه اثر و خاطراتی هست که ما از خودمون به جا میذاریم. اثری که ممکنه تا قرنها باقی بمونه و یا شاید بعد از مردن ما از بین بره، اما شاید تا زمانی که هنوز هستیم بتونیم روی یک انسان دیگه تأثیر داشته باشیم، جوری زندگی کنیم و اثری بگذاریم که بتونه نوستالژی نسلهای آینده ما باشه، که همه در کنار هم بهتر و کاملتر زندگی کنیم و همه با هم تکامل پیدا کنیم.